بلام یعنی سلام. رفقا من هرچی گشتم شروعی بهتر از این برای تشریح اوضاع هشل هفت نظام ولایت تو این روزا پیدا نکردم. ببینید شما موافقین؟ نظام آشه و لاشه، اوزی کچ تو قباشه، نظام همه خوننده بشن ما، اوزی کچ تو قباشه، ولایت دیگه حالا مثل کشک رو آشه. بگی بابا بگو بگو. دیگه حالا مثل کشک رو آشه. بله، لنگ کفش پرونی ادامه داره و باندهای مختلف نظام همینطوری در حال باندپیچی سیدلی هن. هر کی یه چیزی برداشته میکشه تو سر و صورت اون یکی. این وسط از همه خط خطی ترم خود خامنه است. دستگاه دیپلماسی کشور یک بار باید مواضع چند روز گذشته خود و مسئولان آمریکا را بازخوانی کند. آنگاه به این نقطه خواهد رسید که اصول و مبانی نرمش قهرمانانه را در گفتگوها و مذاکرات رعایت نکرده است. راست میگه دیگه. اگه اصول نرمش رعایت نکنی یه هو دیدی عزول مزولت چش اومده. اون وقت بیا با درستش کن. حالا از اون طرف دفاع ساقدوشای حسن اعتدال رو بشنوید. اگر واژه نرمش قهرمانانه را این اصطلاح رو بخوایم خوب بفهمیم در این کار، این استش که شما نرمش نمی کنی برای اینکه ببازی، نرمش می کنی برای اینکه ببری. اگر شما بتوانید بگید من استراتژی رو حفظ میکنم، تاکتیکام تغییر میکنه، این یه رویکرد جدید در کار. منظورش اینه که تو تاکتیک با همین تلفن بازی ها و قیروغمیش ها طرف رو خام میکنیم، اما تو استراتژی معنی سازی رو ادامه میدیم. شربت مداری با پرتاب یه نله پاسخ ادعا رو اینطوری میده: حریف اولا از اصول خود کوتاه نخواهد آمد و ثانیا آن اصول با اصول جمهوری اسلامی همخوانی ندارد و مواجهه ایران با دشمنی به نام آمریکا به ماهیت طرفین برمیگردد. اینم از اظهار فضل از ترقی نظام، یعنی حمیدرضا ترقی از باند سیدعلی که مثل یه انتر پرورش یافته تو دومن ولایت جای دوست و دشمن رو اینطوری نشون میده. دشمن رو هم در واقع تبدیل به دوست نکنیم تو ذهنمون، فکر کنیم که این دشمنی که در واقع حالا خنجر رو از رو بسته علیه ما، الان دیگه این یک دفعه شد دوست. حالا به قول انتری دو کلمه هم از مادر عروس. زمان چای دکتر حسن روحانی بلندتر. زمان چای دکتر حسن روحانی از سفر نیویورک برمیگشتن، از یک سو شاهد تحسین دیپلمات‌ها از دستاوردهای این سفر بودیم، از سوی دیگر شاهد بودیم که برخی سایت‌های متعلق به یک جریان سیاسی در کشور حملات بی‌باکانه‌ای رو علیه رئیس جمهور کشورمون و دستگاه دیپلماسی کشور شروع کردن و حتی دعوت به تجمع اعتراض‌آمیز نمودن. جامعه ایران یک جامعه چند صدا و تکثرگرا هست و گروه‌ها و اشخاص بر اساس مقررات و قوانین کشور آزاد به بیان نظراتشون هستند و طبعا دولت هم با سعی صدر این صداها رو میشنوه و تمام نظرات و تحلیل ها محترم شمرده میشه. در این حال این ارزیابی های رسانه ای میتونه حالا ادامه پیدا بکنه. از کی تا حالا بادمجونم جز میوه ها شده؟ واه واه واه، افاده ها طبق طبق، سگا به دورش وق و وق. ابخم الملوک وایس چایی دوبو، از کی تا حالا لنگ کفش پرونی اسمش شده تکثرگرایی؟ آخه رو هرچی بتونی ماله بکشی دیگه رو شکافای سیدعلی که نمیتونی که.
بیا اینم خط نشون یکی از روزنامه های اکبر کوسه واسه لنگ کفش پرونا که توش تمام نظرات و تحلیلا محترم شمرده شده. دولت باید آگاه باشد که احتمال می رود مهاجمان سازمان یافته و از جایی هدایت شده باشند. در این صورت باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. آقا درد سرتون ندم، نتیجه موشکافیه همه این فکر زدن ها تو یه جمله کوتاه خلاصه میشه. آقا رضا شما بفرمای. ولی کنه بمبشو صاف میکنم فکشو، ولی کنه بمبشو صاف میکنم فکشو، بندازه بالا زهرو میچینن اون دمبشو، بندازه بالا زهرو میچینن اون دمبشو، بندازه بالا زهرو میچینن اون دمبشو.